سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم در خصوص تابع تایم با هم صحبت بکنیم و اینکه چطور اکسل زمان رو محاسبه میکنه. خب تابع تایم یه تابع خیلی ساده هستش که کافیه که من ساعت، دقیقه و ثانیه رو به صورت عدد داخلش وارد کنم و زمان رو به من برگردونم و به صورت زمانی به من نشون بده. ما میتونیم این رو به صورت عادی هم تایپ بکنیم، مثلا ساعت 13:35:15 از این طریق اکسل باز هم متوجه میشه که این یک زمان هست و اینجا میبینیم که پی ام رو براش قرار داده و به صورت کاستوم هستش. ولی خب زمانهایی که ما اعداد رو توی جداگونه تو سلولهای مختلف داریم، میتونیم از این زمان، از این تابع استفاده بکنیم که اونها رو تبدیل به یک زمان بکنیم، مقدار زمانی بکنیم. منظور از مقدار زمانی چی هستش؟ وقتی که ما مقدار زمانی داشته باشیم و بخوایم یه سری عملیات زمانی روش انجام بدیم، اون وقت بر این اساس توی اکسل میتونیم انجام بدیم. مثلا من بخوام بگم عدد منفی یک اینجا دارم، زمان منفی یک وجود نداره، ولی وقتی که من ثانیه رو منفی یک اینجا بذارم، میره از ساعتی که داریم با ساعتش 13:35 یک ثانیه کم میکنه که میشه 13:34:59. و اگر برای دقیقه منفی یک بذارم، در واقع میاد از اون ساعت یه دونه کم میکنه، میشه ساعت 12:59:59. و یه سری عملیات زمانی داره در واقع انجام میده. اما اگر من زمان رو صفر بذارم، ما رو میبره به زمان اولیه اکسل. توجه کنین که این ساعت 12 AM مربوط به تاریخ امروز نیست، یعنی تاریخ امروز ساعت 12 صبح، مربوط به زمان صفر اکسل هستش. اگر من اینجا تایم رو تغییر بدم به دیت، شورت دیت، بذاریم شورت دیت رو کاستومایز کنیم به صورت در واقع سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه به این صورت نمایش بدیم، متوجه میشیم که اینجا ساعت رو برده تو ساعت صفر که 12 صبح هست، روز صفر، ماه یک و سال 1900. این در واقع زمان صفر اکسل هستش. اگر من این رو برگردونم به نامبر، میبینیم که عدد صفر رو داره به ما نمایش میده. توجه کنیم که زمان و تاریخ توی اکسل چیزی جز عدد نیست، اما اون عدد بر اساس یک مبنا که اولین تاریخ اکسل یعنی صفر هسته شروع میشه، که اون تاریخ در سال 1900 در نظر گرفته میشه و هر یک عدد برابر با یک روز هست. اگر من اینجا عدد یک داشته باشم و به این صورت بخوام نمایشش بدم، میبینیم که میشه سال 1900، ماه یک، روز یک، ساعت 12 است، یعنی 24 ساعت بعد از این زمان. پس هر یک عدد یک روزه، 24 ساعته. و اینجا من نمیتونم عدد منفی یک دیگه داشته باشم. اگر عدد منفی یک بذارم، اینجا نام ولیو میده. چرا؟ چون تاریخ مبنای اکسل، اولین تاریخی که تو اکسل تعریف شده، سال 1900 هست، روز صفر و ماه یک، و قبل از اون چیزی نداره و برای همین به شما خطای عددی میده. خب این از این قضیه. و یه موردی که گفتیم که اینها در واقع یک عدد هستن توی اکسل، و اگر من این رو به صورت نامبر نشون بدم، یک روز برابر با 24 ساعته، اون وقت یک ساعت برابر با چقدر هستش؟ یک ساعت برابر با 1/24 میشه، یعنی 41.4 تقریبا. یعنی اگر من این رو برگردونم به عدد و اگر من اینجا عدد یک رو بذارم به عنوان یک ساعت، میبینیم 400 رو داره به من نشون میده که این اعشاری هستش. و اگر من اعشارش رو زیاد کنم، میبینیم که اینجا بقیه اعشارش رو هم نشون میده. به چه معنی؟ به این معنی هستش که اگر من که اینجا بنویسم این مقدار به اضافه یک، چون میبره یک روز اون ورتر، میشه یک روز و 400 میشه یک روز و یک ساعت. من این رو برگردونم مثلا به تاریخ تایم، میبینیم که اینجا ساعت 1 AM هست. اگر من اینو صفر بذارم، این میشه یک روز، یعنی 24 ساعت بعد از اون مقدار.
و اکسل به صورت عادی اگر من این رو زمان نشون بدم دوباره برمیگرده 12 AM. چرا؟ چون 24 ساعت به بالا رو یک روز حساب میکنه و نمیتونه به من نشون بده که این 24 ساعته. اما خیلی وقتا من لازم دارم که مدت زمان بین دو واقعه رو نشون بدم، یعنی مثلا از زمان شروع یک کار تا پایان اون که مثلا 24 ساعت گذشته، اون وقت چی کار باید بکنم؟ واسه نمایش اون باید بریم تو قسمت کاستوم، اینجا باید براکت بزنیم HH براکت بسته MM SS، اون وقت به ما نشون میده که این 24 ساعت گذشته و اگر من دو روز بهش اضافه کنم میشه 48 ساعت اگر به اضافه دو کنم. اگه بخوام بگم مثلا یک روز و خورده ای گذشته، یک روز و مثلا یک ساعت گذشته، کافیه که اینو به اضافه 466 خب که میشه 25 ساعت. فقط یه چیزی هم در نظر بگیریم، این واسه موارد، این کاستومه واسه زمانی بودش که ما از اکسل 2016 و به قبلش استفاده کنیم. تو اکسل 2019 خودش خیلی وقتا متوجه میشه که آقا من میخوام 25 ساعت رو نشون بدم و این براکت رو میذاره خودکار واسه تو. خب این مواردی بودش که باید توی استفاده از تایم، تابع تایم و استفاده از زمانها توی اکسل به یاد داشته باشیم. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.